یک مدرک معتبر به عنوان بازیکن روی نیمکت ذخیره‌ها قرار گرفته، مدرک حرفه‌ای مربیگری اروپا رو هم گرفت، واقعا میتونه فکر آینده فوتبال خودش باشه در حوزه مربیگری. نوری از راه میرسه و توی دروازه، توی دروازه در سمت راست. واقعا با این اتفاقات جالبی که در فوتبال ما رخ میده گل رو هم میبینیم. حمید علی اسکر کوتاه، دفع اشتباه توپ، تعادل نداشت اونجا امید خلیلی، کریمیان هم نرسید و نوری با این مهداد کریمیان حقیقی، ایوب کلانتری، کریمیان در موقعیت شوت زنی خودش رو میبینه، مردد میمونه که چه تصمیمی بگیره و یه شوت عالی، یه شوت عالی و از این فاصله با این ضربه تماشایی هوشیار رو مغلوب خودش کرد. سر توپش هم خوب بود، کنج دروازه قرار گرفت. حالا همه چیز از نو آغاز میشه با این تفاوت که هر تیم یه گل زده و 35 دقیقه فقط از زمان بازی باقی مونده. امیدوارم سنگچولی حمید علی اسکر به توپ میرسه، رجب زاده حالا یه بار دیگه فرصت و گل دوم، گل دوم در هم در این فصل، هم هشتمین گلش رو در تیمایی که حضور داشته به پرسپولیس میزنه، یه گل زیبا هم میزنه. پرسپولیس 1 فجر سپاسی 2، دو گل زیبا از شوت زنای فجر سپاسی که مهدی رجب‌زاده حالا نشون میده در گلزنی به استقرار پرسپولیس تبحر داره. پرسپولیس قرار بگیره، به میدان میاد به جای یونس شاکری، غلامرضا رضایی دور میزنه، غلامرضا رضایی مسیرش عوض میکنه، میتونه موقعیت به وجود بیاره، روی ضربه سر و توی دروازه محمد نوری، غلام مرد دو گله این مسابقه. ببینید سه چهار بازیکن جا حضور مؤثر داشتن تو بعد ایمان زاید گذشت، اشتباه کردن بازیکن پر تعداد تیم فج در مهار غلامرضا رضایی، 4-5 تا بازیکن نتونستن این شماره 10 رو مهار بکنن. توپ دقیقا جایی فرستاد که موقعیت هست، حالا این سمت داره یه موقعیت دیگه به وجود میاد روی دروازه فج، در حالی که شما صحنه آیسته گل دوم پرسپولیس رو میبینید. بازی بسیار زیباست انصافا. نوری ادامه بازی، خطای هند نیست، ضد حمله برای فجری ها میره به وجود بیاد. حسینی، پور محمد، یه شوت محکم دیگه و توی دروازه ایوب کلانتری کنای تیمش. از چه فاصله های هوشیار گل میخوره. انصافا فجر سه گل زدن، یکی از یکی زیباتر. از زوایای